شر نفاسات فی الاقد جادوگرایی که در گره ها میدمن و چوف و کوف میکنن هیچ روزی نیست که برای ما سوال نیاد من نمیفهم که چطور وجدان دارد او خواهر شوهری که به اصطلاح تلاش میکنه خانه برادرش خراب همه امروز برای ما یک پیام کرده بود یک کسی که خواهر شوهر میگم من قسم خوردم تا به اصطلاح تو را از برادرم جدا نکنم اگر رایت کنم آخه به کدام مسیر روان است. رسول صلی الله علیه و سلم میگه کسی که نزد ها مراجعه میکنه حرف اینا رو تصدیق میکنه بر قرآنی که بر محمد نازل شده کافر شده این انسان نروید به نزد ها میگه خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی در بستر می این سوره رو را می در کف دستایش به اصطلاح کف میکرد و بر سر جانش می در موردی که به اصطلاح از شر جادوگران، ساهران، به اصطلاح فتنگران محفوظ بمانید این سوره ها و این دعا را دقت بکنید هر مسلمانی کوشش کنیم که به اصطلاح در صبح و شام سوره معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق ای را بخوانید ان شر تمام ساحرا و جادوگرا در امان میمانید و در خود این آیات هم اگر شما دقت کنید میفهمید که چیست قل اعوذ رب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس در این سوره شما پناه میبریم به خداوند از شر وسوسه ها و از شر از او چیزی که باعث ناراحتی شما می شود و از او انس و جنی که سبب ناراحتی شما می شود سبب تشویش روح و روان شما می شود شما به خدا پناه میبرید و در سوره فلق ببینید قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی العقد و من شر حاسد این ازا حسد شما در سوره فلق ببینید از شب تاریک چون در شب تاریک خب در زمان امکانات امروزی نبوده هزارها خزنده و گزنده و به اصطلاح پرنده بوده مردم در به اصطلاح خانهای بی سر و بر زندگی میکردن در از شر شب تاریک به خدا پناه میبرید که در تاریکی هیچ کسی برای شما ضرر نرسانه از شر نفاسات فی الاقد جادوگرایی که در گره ها میدمن و چوف و کوف میکنن هیچ روزی نیست که برای ما سوال نیایه. و به خصوص از, از, دست خواهران شوهرها به حد گلایه دارن برای ما تعجب است همین جا همین نکته را باید اعلان بکنم من نمیفهم که چطور وجدان دارد او خواهر شوهری که به اصطلاح تلاش میکنه خانه برادرش خراب کنه همه امروز برای من یک پیام کرده بود یک کسی که خواهر شوهرم میگم من قسم خوردم تا بسترا تو را از برادرم جدا نکنم اگر رایت کنم آخه به کدام مسیر روان هستیم تا این اندازه فتنگری تا این اندازه دنبال سحر و جادو تا این اندازه دنبال به اصطلاح چوف و کوف و دم در حالی که قرآن میگه و من شر النفاسات فی العقد این انسان ها از جمله شریرترین انسان ها نمی جادوگرا و فالبینا و چوف و که به نام سحر و جادو کار میکنن بزنس و تجارت داره اینا از بدترین انسان ها در روی زمین هستن و حتی گناه بسیار عظیمی انجام میدن و بدتر از او کسایی که به اینا مراجعه میکنه رسول صلی الله علیه و کسی که نزد اینا مراجعه میکنه حرف اینا رو تصدیق میکنه بر قرانی که بر محمد نازل شده کافر شده این انسان نروید به نزد اینها نکنید خانه های دیگر یکدیگر خراب نکنید مداخله نکنید در زندگی دیگران بگذاری در دختر و پسری که با هم ازدواج کردن راحت زندگی کنن زندگی مستقلی داشته باشن مداخله نکنید در زندگی نا بنا در این سوره گفته شده از شر شب تاریک به خدا پناه میبریم و از شر ساهران و جادوگرانی که بر گیره ها میدمن از شر اینها به خدا پناه میبرید و از شر حسودانی که حسد میکنن که یکی از جمله بدترین افراد مینا که سبب بربادی و زندگی افراد میشوند و اساس حسادت ها به اول لحاظ من میگویم که شما صبح و شام صبح و وقت خدا توفیق میده نماز میخوانید یا مثلا اگر بعد از نماز فراموش کردید و آفتاب طولو کرده هر لحظه که شد در ابتدای صبحتان کوشش کنید این دو سوره را بخوانید در کف دستتان چوف کنید یا کوف کنید به اصطلاح با صورت و صورت جانتان بمالید تا شام از شر اینها محفوظ میمانید و در شب بخوانید تا صبح از شر ها محفوظ میمانید حتی ما در داریم که عایشه صدیقه الله تعالی عنها میگه خود پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم وقتی در بستر می آمد این سوره ها را می خوان در کف دستایش به اصطلاح کف می کند و بر سر جانش می مالید این راهی نجات از شر ساهرا و جادوگرا هست و این قضیه عزیزای که اگر بلد استین مثلا خواندن آیت الکرسی بعد از نمازهایتان فراموش نکنید و کسی که آیت الکرسی را می بعد از نماز به اعتقاد و باور داره فاصله بین او به بهشت فقط همون مرگ است و مجرد بمیره انشاءالله وارد بهشت میشه و آخر سوره آخ... آیات اخیر سوره بقره را فراموش نکنید یعنی از ربنا لا تواخذنا ان نسینا و این آیات را بخوانید اینها برای انسان کفایت میکنه ان شر همه چیز محفوظ میمانه بنان ما و شما من حیث مسلمان معموریم یک سلسله به اوراد یا وظایفی داریم یا به اصطلاح دعاهایی داریم که در شبان روز اونها را رو میخوانیم نه تنها ما مسلمان ها بلکه شما اگر در در اتیانی دیگه هم بروید جستجو کنید ببینید که کن. اونها هم همین همچنین به اصطلاح دعاهای دارن اعتقاد و باور به دعا دارن به اصطلاح دعا میخوانن اول هاست شما وقتی در قرآن در یکی از آیات ها روبرو میشوید که میگه وقتی از مشرکین پرسان میشد که این بوتار خاطر چی عبادت میکنین میگفتن که ما اینا عبادت نمیکنیم مگر که اینا ما به خدا نزدیک میکن یعنی ما به اینا میخوانیم از اینا میخوایم به اینا دعا میکنیم اینا ما به خدا وصل میکنه خب اعتقاد اونها بود بنان ما و شما به وسیله نمی دعاها و نمی از کار هم میتونیم به اصطلاح به آرزوهایمان برسیم هم میتونیم به اصطلاح شر ساران و جدوگران و حسودان محفوظ بمانیم هم میتونیم که در زندگیمان برکت ایجاد بشه اما اینم به این معنا نیست که فقط تنها به تنها بشینیم و فقط دعا کرده بریم یک امتی دعا گفته روان باشیم بس هیچ تلاش و کار و روزگار نداشته باشیم فقط بگیم که دعا میکنیم نه این یکی از جمله اسباب موفقیت یکی از جمله راهکارهای موفقیت و نجات و پیروزی است اما بقیه متعلق به تلاش انسان یک کسی که اگر دلتنگی داره به اصطلاح سینه‌اش گرفته است دعای موسی علیه الصلاه و السلام رو بخوان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ای دعایی که موسی علیه الصلاه و السلام میخونه پروردگارا سینه‌ام را فراخ بگردان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري امور زندگی را آسان بگردان امور دعوت امور رسالت را آسان بگردان تویی که من امت میخوانی تو تقاضای خود در داری از این دعا او پیامبری بود که از جانب خداوند مبعوث شده بود این دعا را میخوان او هدف خودش داشت ولیکن هدف اینجا رسیدن به ما مقصد اصلی است رب اشرح لی صدری پروردگار را سینه ام را فراخ بگرد در برابر همه مشکلات زندگی در برابر حرف مردم گپ مردم تخریب مردم در برابر آنچه که مرا به اصطلاح سبب میشه که به غم گرفتار بشه ربش اشرح صدر و یسر لی امور زندگی رو بر ما آسان بگرد این دعای موسی علیه و السلام است و در باب طلب علم این قضیه دعایی که آمده رب زدنی علما علم یگانه چیزی است که الله تبارک به تعالی برای پیامبرش میگه تو خیلی زیاد طلبش کن و از خدا از ایزایی که در دنبال طلب علم هستین این دعا رو همیشه بخونید رب زدنی علما پروردگارا در معلومات ما در دانش ما در فهم ما در فقاهت ما افزون بگرد این در باب آف. طلب علم است در باب ای که به اصطلاح شما یک خانه نو میگیریم در جایی به اصطلاح میخواین بریم به یک منزل نو بخوای زندگی بکنی رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین پروردگار ما در این جای که آمدیم اینجا رو برای ما مبارک بگردان یک منزل با برکت بگردان بدون غم و بدون اندو و بدون مصیبت اینجا را بگردان دعایی که شما در وسایل سواری سوار میشیم حالا کشتی باشه هواپیما باشه به اصطلاح یا موتر باشه هر وسیله که باشه ما در نص سری قرآن داریم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلب یا کوتاه‌تر از این شما میتونیم بسم الله مجریها و مرساها رب الرحیم. این نرا لغفور غفور رحیم این دعا را بخوانید انشالله که سفرتان بخیر میشه